خب سلام به همه سلام، شنوندگان من هست. علی، همون علی بزرگواری که یه بار تو برنامه ما حضور داشت، بابا در خدمتتون سامی هستم. رجبی. آره من همونم در خدمتتون هستم. حال چطوره دوست زنده عزیز؟ باشی بزرگوار. تشکر. خیلی خوشحالم دوباره زنده ببینم. باشی قربان شما مرسی. من می‌خواستم دو تا براتون مطرح کنم ولی خب متأسفانه آیا خوشبختانه دوستان اومدن سری صحبتایی رو کردن که تایم تقریبا به 3 ساعت نزدیک شد. منم 20 دقیقه دیگه باید سر کار باشم ولی خب سعی کنم خلاصه کنم داستانو. اول در مورد اون دوستمون که میگفت که آلمان نمیدونم مردمش ریسیست من و نمیدونم نجات پرستن و حالا فلان و چنانن، خواستم بگم که ما همون ایرانی ما نیستیم. برخورد ما با افغانی ها تو ایران چجوریه، با عربا چجوریه، با اقوام دیگه چجوریه؟ حتی خود ایرانی ها ترک ها لورا رو دوست ندارن، لورا عربا فارس ها هیچ کاری دوست ندارن. چرا باید اینجوری باشه؟ خب چرا آلمانی ها نباید باشن؟ دلیلش چیه؟ وقتی که یه لحظه ببخشید، وقتی که من مهاجر میام اینجا مالیات نمیدم، از کار دزدی میکنم، نمیدونم کار سیاه میکنم، همه زمان رایگان به من یاد میدن، اقامت به من میدن، بعد به همشون فحش میدم، سیاستشون رو قبول ندارم، چش دیدن آلمانی ها رو ندارم، چش دیدن اروپایی ها رو ندارم، چرا نباید با من بد باشن؟ ببخش من یه مقدار به خاطر این بحث یه مقدار چیز شدم، یه مقدار عصبی شدم اگر که تون صحبت میکنم. چرا نباید نژاد پرست باشن؟ دلیلش یه نفر لطفا به من بگه به خاطر این همه کارهای بدی که مهاجرا میکنن. برای اینکه نجات پرستی بده، من برای اینکه کسی نه نباید نگاه کنید، وقتی که یه نفر من ایرانی اومدم اینجا میگم تو مالیات دزدی میکنم و هیچ کاری نمیکنم، دولتشون رو قبول ندارم و میخوام شبیه ایران اینجا زندگی کنم، چرا نباید اینا مخالف من باشن؟ من وقتی که همه بالاخره اینا از من بهتر میدونن، وقتی که مهاجرت میکنم اولین چیزی که باید تغییر کنه فکر منه که باید تغییر کنه، با سیستم اون کشور پیاده بشه، نه که من بیام اینجا با قانون ایران زندگی کنم. وقتی ولی میام علی جان من قبول ندارم حرف شما رو. چرا؟ برای اینکه شما جوری که دارین صحبت میکنین به نظر میرسه که اشتباهه. مثلا فرض کنیم که علی و بابک و آرمین رفتن مثلا آلمان و به جای اینکه مثلا آلمان پذیرفتشون، ولی درست. ما به جای اینکه مثلا کار بکنیم و به جامعه سودی برسونیم بیایم دزدی بکنیم و شکایت هم بکنیم، شکایت که اشکال نداره، ولی اصلا پررویی کنیم و بی احترامی بکنیم و دزدی بکنیم اینا و هر ستای ما هم ایرانی باشیم، خب این به هیچ وجه این تنها چیزی رو که توجیه میکنه اینه که از من و علی و بابک مردم ناراحت باشن، به هیچ وجه اینو توجیه نمیکنه که چون ما ایرانی هستیم مردم بیان نژاد ستیز بشن علیه ایرانی ها. ایرانی و غیر ایرانی نیست دیگه، الان آلمانی ها نمیگن که... نه سوالی که تو کردی اینه که چرا آلمانی ها نیان نژاد ستیز بشن. من به عنوان یک فردگرا که علیه جمعگرایی هستم، من دارم میگم مسئولیت کار اشتباهی هر شخصی رو فقط باید به اون شخص داد، نه به تمام نژادی که این که دومشه. این مسئله کاملا نژاد پرست بودن یا نبودن اروپایی ها نسبت به خارجی ها به نظر من یه مسئله کاملا شخصی. من هم دیگه دارم زندگی میکنم اینجا دیگه، من الان اینجا تقریبا شاید یکی دو تا دوست ایرانی داشته باشم، همه من تو دانمارک زندگی میکنم، همه دوستای من دانمارکی هستند و به من میگن، حالا مثلا به شوخی به من میگن وایکینگ سیاه، حالا به خاطر که سرسیاهی، به من میگن تو اینقدی به ما نزدیک شدی که از خود مایی. خب و دلیلش خود من بودم، دلیلش این بودی که من رفتم باهاشون جوشیدم، خواستم باهاشون ارتباطو داشته باشم. خیلی هم هستن این کارو نمیکنن و حرف من اینه، میگم دلیلش اینه که کاملا دلیلش کاملا شخصیه و اگر من شخصا خواستم خوب باشم، شخصا خواستم باشون در ارتباط باشم، اونام با من خوبن. اگر که نه، خب دیده بد و شاید اکثر مردم دنیا نسبت به خارجی‌ها داشته باشن، حتی تو خود ایران هم نسبت به خارجی‌ها، حالا نه اروپایی‌ها ولی خب مثلا کشورهای همسایه هست نسبت به عربا و افغانی‌ها و باقی عزیزان، متوجه هستید؟ من میگم اون حرف بله، ولی من مشکلم با اون جایی بود که شما گفتین چرا اینا نژاد پرست نباشن، برای اینکه به نظر میرسید یه مقدار توجیه نژاد پرستی بود، شاید این یه خورده شاید یه سوء تعبیر شده. آها. ولی من حرفم اینه، میگم که نژاد پرست حالا شاید کلمه درست نباشه، شاید دید بدی، واقعا من حق بهشون میدم که دید بدی داشته باشن نسبت به خارجی ها. دید نسبت نه من حق نمیدم. آمجان اگر که یه نفر شما فکر کنید تو ایران، ما هم داریم تو ایران زندگی میکنیم، اگه همه بیان این همه چیز کنن، الان مثلا یه چند وقت پیش توی کلیسا توی کوپنهاگ رو دیوارش نوشته دادن لا اله الا الله، ما هم اینجا رو میگیریم و دین رو میکنیم نمیدونم اسلام و فلان، شما باشی یه نفر بیاد با کشور خودت هم چیکاری بکنه، چی بهش میگی؟ من به اون شخص گیر میدم نه به تمام مردم. به اون شخص گیر میدی؟ شما الان من اومدم نوشتم و رفتم، شما منو نمیبینین،
اون حالت من نباید بیام دشمنی کاری که شما اشتباه کردین رو بهونه بکنم دشمنی برای دشمنی نمیکنم. تا وقتی که شما الان هممون داریم خارج از ایران زندگی میکنم همشون میگن که وقتی که باهاشون ارتباط برقرار میکنم میگه من تو رو نمیشناسم. تا وقتی که نشناختت دید مثبتی نسبت بهت نداره، وقتی شناخت دید مثبتی بهت پیدا میکنه. ولی من اینو قابل توجیه نمیدونم، چون شما تجربه داشتین، تجربه بدی داشتین با یه سری گروه خاصی از یه نژاد یا یک ملیت خاص، این به هیچ وجه توجیه نمیکنه که شما این قضاوت رو گسترش بدین به تمام مردم اون نژاد. گستر... مردم ببینید اون ملیت. گسترش دادن این نیست که مثلا حالا حرف درسته، خب نباید نسبت به دیدشون نسبت به عموم بد باشه، ولی باید هم حق بهشون داد که اعتماد نکنن و نمیدونم به این راحتی ها اعتماد نکنن و خیلی دید خوبی نداشتن. اگه بر اساس نژاد دارن تصمیم میگیرن اعتماد نکنن، من به این حق بهشون نمیدم. بر اساس غریبه بودن، حالا درست رنگ چهره ما، رنگ مثلا حالا پوستی ما شاید با اونها یکی نباشه و به این دلیل اینا شاید دید خوبی ندارن. این نیست که فقط خارجی ها باشن، خود آلمانی ها یا خود دانمارکی هم به خودشون به این راحتی اعتماد نمیکنن. این اصلا کلا حالا از نظر اگر عدم اعتمادشون مساوی باشه خب به هر نژادی و هر ملیتی، من این عدم اعتقاد و اعتماد قبول دارم، ولی اگه بگن که من با یک سری آدم های خاصی از این کشور یا از این نژاد تجربه بدی داشتم، برای همین عدم اعتمادم بیشتر هست روی این نژاد یا این ملیت، من به اینا به هیچ وجه قابل توجیه نمیدونم. این درسته اصلا این حرف تو من باش موافقم، ولی حرفم اینه میگم که چرا نسبت به هر کسی، چه خودی چه غریبه، وقتی که بدی دیدن چرا باید سریع اعتماد کنن و با ما همه آفری بدن؟ نه نمیدن، این کارو نمیکنن. من حقو بهشون میدم واقعا. اگه این عدم اعتماد بر همه غریبه ها هست، بر همه، آره بر همه، فقط ایرانی ها یا مثلا فلان. این قسمت اول که اون دوستمون یه مقدار چیز بود، یه مقدار از آلمانی ها مینالید، شما به نظر الان نکه فقط اون شخص، من اینو به همه میگم، شما یه مقدار سعی کن دیدگاهتو عوض کنی، مثل ایران زندگی نکنی، همه چی درست میشه. این مسئله اول. مسئله دوم هم این بود که مثلا همه چیز ایران هم بد، همه روش زندگی تو ایران هم بد نیست، همش بد نیست، ولی خب با سیستم ایران زندگی کردن اینجا جواب نمیده. خیلی باشه. بعد مورد بعدی هم اینی که بس برمیگرده به قسمت اول، بس یه تقریبا 2 ساعت پیش که بس سوء استفاده دین از مردم. من یه تقریبا یه هفته پیش روم بودم و دوستایی که رفتن ایتالیا میدونن که یه مقدار زیادی مردم ایتالیا مذهبی ان، حالا مخصوصا قدیمی هاشون، و کلیساهای خیلی بزرگ و خیلی عجیب غریب اونجاست. و حرفم اینه که زمان الان چند هزار سال پیش که این سیستم رو بنا کردن، خیلی حالا حقوقی به کارمندا و کارگرا نمیدادن و اینا رو حالا تقریبا یه سری هم تاریخ اومده که با وعده و وعیدی که خدا تو رو کمک میکنه و نمیدونم جیزس تو رو فلان میکنه و این داستانا، مردم می آوردن و کمک میدن و کلیساها رو میساختن. و این بس تقریبا حالا اون دزدی که از مردم میشه، چه از نظر مالی چه از نظر روحی روانی و اعتقادی، هنوزم ادامه داره. و برمیگرده به اون بحثی که شما گفتید، بس کشیده شد به قسمت تاسوعا و عاشورا و این داستان. من اینو به چش دیدم در مورد تاسوعا و عاشورا، که روز عاشورا بود و من اصالتا از پاسارگادم، پاسارگاد استان فارس، حالا یه منطقه کوچیکه و مردم حالا فقط احساسی تصمیم میگیرن در مورد اعتقاداتشون. گفتن که نماز ظهرشو گفتن نماز بخونیم و فلان از داستانو، نه عزاداری کنیم از اون بعد میخونیم. ولی تو هم تاریخ دروغونی که اسلام خودش ساخته گفته که حسین به خاطر نماز رفته کشته شده، یعنی طرف اون اصل داستانو که نماز و حسین به خاطر اون مثلا کشته شده اونو فراموش میکنن و میگن نه حالا عزاداری کنیم، یعنی یه چیزای سمبولیکی مود شده و اصل داستان هم باز فراموش شده. و این سرقتی که دین به معنی کلی از انسان کرده، از بشریت کرده. بله، اصولا و آداب و اصول دین و چیزای اولیش همیشه تو همه دینا در به طور مرور زمان عوض میشه، این چیز تو همه دینا. شما فرض کنید اکثر البته متاسفانه اولیش هم بد بود، من نمیگم حالا بهتر شد یا بدتر شد، ولی مثلا شما اگه برین توی واتیکان نگاه بکنید و همه کاراش رو نگاه بکنید تو واتیکان چه کار میکنن و مراسمشون چیه، شما انجیل رو باز بکنید هیچ کدومشون نمیتونید پیدا کنید. شبیه نیست. آره. خب من میشه مرسی علی جان، میگم تو با 10 دقیقه دیگه هم سر کار باشم و
این شکلی. باشه باشه. ببخشید یه ذره منتظر شرمنده که آره. من خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم مشکلی نیست. ممنون فعلا از وقتت علی جان، خدافظ.